دیشب iOS 18 نسخه دیولوپر بتای چهارمش اومد و یه سری چیزا اضافه شده. فقط iOS هم نیست، iPadOS، macOS، watchOS، همه اینا نسخه چهارم دیولوپر بتاشون اومده. اما چند تا قابلیت بهش اضافه شده. من خودم اینو نصب نکردم، من روی پابلیک بتام دیگه، خودم دیگه نمیخوام از اینا رو امتحان کنم چون به درد بخوراش، مهمش میاد رو پابلیک بتا. از اون برام برای ویدیو میخوام چیز کنم که خب همینجوری میگم دیگه، سعی میکنم مثلا وقتی پابلیک بتا هست دیگه اضافه کاریه، توصیه و تشویق نمی کنم به بتا نصب کردن، به خصوص دیولوپر بتا. البته جدا این بحث یه چیز دیگه هم هستش، من گوشیم آیفون 11 پروه و یه سری قابلیت های جدیدم حالا میاد که نصفشون قراره رو گوشی من کار نکنه، یعنی حتی نصب کنم رو گوشیم نمیتونم نشون بدم. فقط نمیتونم راجع به گرم شدن اشتباه مصرف باتری این حرفاش دیگه نظر خودم رو بگم. اما قابلیت هایی که اضافه شده، اولین قابلیت کارپلی والپیپرهای جدید داره که سازگار با iOS 18، یعنی همون والپیپرهای iOS 18 اومده برای کارپلی. قابلیت دومش یا نکته دومش اینه که تو سیتینگ یه بخش آیکلود اضافه شده کنار اپستور و چون یه مدت زیادی هست بود دیگه باید از توی سیتینگ اون بالا که اسم اونو نوشته یا اسم اپل آی دیمون نوشته روش میزدیم و از اونجا دسترسی به تنظیمات آیکلود داشتیم. الان هم اون هست، هم یه منوی آیکلود دوباره تو سیتینگ برگشته که خیلی قدیما هم بود همچین چیزی. یه چیز دیگه که اضافه شده کامرا کنترله. کامرا کنترل اینجور که من فهمیدم اینه که وقتی روشنش میکنیم، ببینیم میریم تو دوربینمون و میریم مثلا رو حالت عکاسی، یه سری تنظیمات داره که اون فلشه رو میزنیم اینا میاد بالا. حالا میتونه زمان نوردهیشو تنظیم کنه، میتونه فلشو خاموش روشن کنه و اینا. و این کنترلای روی دوربین و وقتی اینو روشن میذاریم توی منوی جدید دیگه هر سری برمیگردیم تو دوربین اینا همون تنظیمای قبلی میمونه. یعنی مثلا من امشب دارم عکاسی میکنم و سرعت نوردهیو بردم زیادترین حالت ممکن، میام یه ساعت دیگه دوباره میخوام عکس بگیرم، دوباره از اول باید تنظیم کنم. این کلیده رو روشن میذاریم دیگه این تنظیمات میمونه و چیز بدی نیست کاربردیه. یه فولدر داشتیم، فولدر هیدن، که وقتی اپ ها رو قایم میکردیم تو اپ لایبرری اون پایین یه فولدر هیدن بود، روش عکس چشم بود که خط داشت و این خودش بیشتر جلب توجه میکرد. الان یه جوری شرده که انگار چند تا اپ هست ولی توش خالیه، جاش خالیه و کمتر جلب توجه میکنه برای اینکه کمتر به چشم بیاد. این هم طراحیش رو تغییر داده. نکته بعدیش دارک مود یه حالت اوتوماتیک داشتش برای صفحه هوممون که گفتم اینو میذاریم رو اوتوماتیک ولی گوشی رو میذاریم رو دارک مود یا برمیگردیم رو حالت روشن، این آیکونا تغییر نمیکنن. این درست شده و دیگه حالت اوتومات آیکونای دارک مود و حالت لایت مود درست شده، دیگه میذاریم رو اوتوماتیک، میتونیم اینو تغییر بدیم، یعنی خودش اینو تغییر میده. بعد آیکون استاکس، برنامه‌ای که برای بورس و اینجور چیزاست، اون آیکونش یه ذره تغییر کرده. آیفون میرورینگ، اینکه رو مکمون آیفونمون رو کنترل میکنیم، اینم رو مک‌اس جدید بتای چهارمش یه تغییر نسبتاً مهم داشته. ببین این یه سایز ثابت داشت و نمیتونستی تغییرش بدی. کاری که الان میشه کرد اینه که میتونی سایزش رو تغییر بدی به سایز واقعی، سایز کوچیکتر یا سایز بزرگتر، ولی همچنان این تو همین سه تا سایزه، یعنی محدود شده به همین سه تا سایز و نمیتونیم با دست بگیریم بکشیم بزرگش کنیم و هر سایزی که خودمون خواستیم بکنیم. تو کنترل سنتر یه دکمه برای بلوتوس اضافه شده که اصلا کار نمیکنه همچنان. دکمه سایلنت مود یا همون میوت اضافه شده تو کنترل سنتر، یعنی تو کنترل سنتر میتونیم گوشیمونو میوت کنیم. و یه قابلیت هم هست، یه اکسسیبیلیتیه آی میرورینگه که دقیقا راستش نمیدونم چی هست ولی اینم اضافه شده. بعد یه چیزی که داریم توی iOS ها میبینیم که یه سری چیزا میاد اضافه میشه اما کار نمیکنه، یعنی میبینی
ولی عملا کاری نمیکنه و تو آپدیت های بعدی اینا تازه راه میافتن. مدل همون اتوماتیک حالت دارک مود برای آیکونا بود ولی عملا کاری نمیکرد و الان تازه راه افتاده. اینا هم همچین داستانایی، یالو راه بیفته دقیقا کاربردش و ایناش هم مشخص میشه. یا مثلا تو اسیستیو تاچ یه تایپ تو سیری یه چیزی اضافه شده برای تایپ تو سیری که یعنی میتونیم اضافه کنیم در واقع و لوگوش نگاه میکنیم لوگو سیری جدید است، لوگو سیری با اپل اینتلیجنس، ولی خب اینم عملا نشونه های اپل اینتلیجنس رو داریم ولی عملا خبری نیست و فعلا هیچی کار نمیکنه تا نسخه های بعدی بیاد اینا را بیفته.